حالا چمدوناتون رو جمع کنین تا همراه همسری بزنین به بهترین مکانهای دیدنی آتلانتا، مکانهایی که هر کدوم تکه ای از تاریخ غنی این شهر رو در قلب خودشون به یادگار دارن. این باغچه دوست داشتنی در واقع ورودی زادگاه و محل زندگی مارتین لوتر کینگ جونیور، فعال حقوق مدنی و مبارز شجاع برابری حقوق انسانی در آتلانتا است. بازدید از این خانه همه روزه از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر به جز روزهای تعطیل برای همه گردشگران آزاده. پس معطل چی هستین؟ به خونه این مرد بزرگ قدم بذارین و از معماری جالب خونه الهام بگیرید. مرکز تاریخ آتلانتا در واقع گنجینه ارزشمندیه که مجموعه ای از هنرهای محلی، داستانهای خارق‌العاده و حقایق جالب و گاه غم‌انگیز از گذشته تا امروز آتلانتا رو در خودش جا داده. این مرکز که در سال 1926 میلادی ساخته شده، در واقع چیزی بیشتر از یک موزه معمولیه، چرا که تعداد زیادی از خانه‌های تاریخی و باغ‌های زیبا رو در خودش جا داده و علاوه بر این شامل تعداد زیادی نمایشگاه دائمی و موقتیه که همگی اونها با موضوعاتی از جمله تاریخ حمل و نقل آتلانتا، نوآوری‌های محلی و تجربیات آفریقای آمریکایی برگزار میشن. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. و حالا میرسیم به جذابترین مکان سفر، البته از دیدگاه من. اگر مثل من شیفته ی رمان باشکوه برباد رفته هستین، وقت اون رسیده تا با نویسنده این اثر باشکوه دیدار کنید. رمان برباد رفته با موضوع جنگ داخلی بین آمریکای شمالی و جنوبی بر سر موضوع بردهداری در سال 1936 توسط مارگارت میشل نوشته شد که چند سال بعد دستمایه ساخت یک فیلم جاودانه سینمایی با همین نام شد. گرچه خانه میشل در دید اول زیادی کوچیک به نظر میرسه، اما اثری که اون در گوشه همین خانه کوچیک خلق کرد در واقع اولین اثر حماسی آمریکا در تمام طول تاریخ این کشور به شمار میاد. در آپارتمان مارگارت میشل تقریبا در تمام سال به روی بازدید کنندگان بازه. فکر نمی کنم کسی باشه که شیفته دیدن این خونه از فاصله نزدیک نباشه. شما چی فکر میکنید؟ این بطری قرمز رنگ محبوب در طی سالها تغییرات زیادی داشته، اما مهم اینه که کارخانه کوکاکولا همچنان از گذشته تا به امروز محبوب ترین نوشیدنی سراسر آمریکا رو تولید میکنه. شاید براتون جالب باشه که تمام این اتفاقات جذاب در بین سالهای 1900 تا 1901 در آتلانتا آغاز شده، جایی که ساختمان شعبه مرکزی شرکت کوکاکولا در اون قرار داره و برند کوکاکولا برای اولین بار فعالیت خودش رو در اونجا آغاز کرده. اگر شما هم یکی از هزاران شیفته این نوشیدنی محبوب هستید، بهتره بی خیال رژیم و بالا رفتن قند خونتون بشید و در کنار ساختمان مرکزی این شرکت یک لیوان کوکاکولای خنک با طعم تاریخ نوش جان کنید. حقیقت اینه که گشت و گذار در آتلانتا بدون مزه کردن خوردنی‌های معروف اون به پایان نمی‌رسه. پس اگر برای یک ماجراجویی خوشمزه آماده این، این شما و این خوشمزه های آتلانتا. بله، حق با شماست. همبرگر از اون دست غذاهایی که تقریبا در هر جایی میشه به راحتی پیدا کرد. اما بهتره قبل از تصمیم گیری درباره این موضوع، برای یک بار هم که شده همبرگر فلیپ رو در آتلانتا امتحان کنید. در واقع فلیپ برگر یک منوی مشتمل بر برگرهاییه که تا به امروز حتی اسم خیلیاشون رو هم نشنیدین. فقط به عنوان مثال یکی از انواع این برگرها شامل گوشت گاو ورقه شده، یک نوع پنیر مخصوص به نام باتر میلک بلو، پیاز خابونده شده در کارامل، ترافل سویا به همراه سس سرکه و روغن زیتون و یک نوع ترشی خاص هست. خب حالا میشه مطمئن بود که با این توصیفات بدون امتحان کردن یکی از همبرگرهای فیلیپ آتلانتا رو ترک نخواهید کرد. اینطور نیست؟ در گذشته رستوران معروفی به نام ریچ در جنوب شهر آتلانتا قرار داشت که سالادهای افسانه‌ای مرغ و میوه یخ‌زده اون شهرت بسیار زیادی داشت. اگرچه این رستوران سنتی آتلانتا دیگه وجود نداره، اما به جای اون رستوران افسانه‌ای دیگه‌ای به نام سوان کوچ هاوس این روزها به خاطر سرو کردن سالاد مرغ مخصوص با ترکیب خاص و سالاد میوه‌ای درست شده با خامه منجمد شده به همون اندازه مشهوره. پس نمیشه به آتلانتا بیاین و طعم بی‌نظیر این دو سالاد فوق‌العاده رو از دست بدید.
داستان خوراکی های آتلانتا بدون نوشیدن یک فنجان چای سرد شیرین در چایخانه مری مک تموم نمیشه. یخچای خودتون رو با یک رول دارچین خوشمزه یا یک بشقاب غذای جنوبی سفارش بدید و طعم خاطره انگیز اون رو برای تمام عمر به همراه داشته باشید.